چطوری؟ خوش اومدین به یک برنامه طراحی دیگه. امروز بیشتر تئوری داریم، میخوام بهتون یه سری چیزایی رو یاد بدم. پس تا قبل از اینکه ویدیو شروع بشه برید برید چنل رو سابسکرایب کنین، زنگوله بغلش رو بزنین، اینستاگرام میاد اینجا، اگه فالو ندارین فالو کنین. خیلی دوستتون دارم، عاشقتون رو، خودتون میدونین چقدر واسم عزیزین. بریم سراغ ویدیومون. امروز میخوام فرم بدنهای مختلف رو بهتون بگم و اینکه توی لباس و توی بدنها در کل چه چیزایی تاثیر اصلی رو میذاره. من اول فرم بدنها رو اینجا میکشم، بعد میارم بالا به شما نشون میدم. خب انواع سیلوئت های بدن، یعنی این که ببینین بدنتون اصلا چه فرمی داره، چه لباسی باید بپوشین که به بدنتون بیاد. و بدن منم الان آنالیز میکنیم. من استادم تو کلاس بدنا رو که آنالیز کرد بهم گفت من مدل بدنم چیه. شما هم بریم توی آینه و ببینین مدل بدنتون چیه. ما 5 تا سیلوئت بدنی داریم، اینجا داریم مشاهده میکنیم. اولیش بدن سیب شکله، سیبی. نه این اولیش از اینجاست. اولیش بدن ساعت شنیه. ساعت شنی یعنی چی؟ یعنی اینکه اندازه عرض شونه ها با عرض باسن یکیه و کمر باریکه. خب یعنی اینطوری بودن، ولی عرض شونه و باسن یکیه اینجوری. ساعت شنی میشه، اصلا ربطی نداره یکی لاغر باشه یا چاق باشه یا هر چیزی، فرم بدن ساعت شنیه. اصلا امکان داره یکی رو ببینی خیلی توپله ولی عرض شونش با عرض باسنش یکیه و کمرش کمتره، باریکتره، پس به اون میگیم اونم ساعت شنیه. یعنی اصلا هیچ فرق نمیکنه یکی چاق باشه، لاغر باشه، متوسط باشه، فرم بدن میتونه واسه همه باشه اینطوری. کلا فرم ساعت شنی فرمیه که اکثر طراحا یا در کل لباسا به تنشون میاد، یعنی به تنشون میخوره اگه درست البته استفاده کنن. و اینکه یه چیز بولد مثلا توی دنیا که مثلا همه دوست دارن ساعت شنی باشه، فکر کنم شنیدین. حالا میگم بازم فرق نمیکنه چاق باشی لاغر باشی، فرم بدنه. خب بقیه فرما هم بالاخره قشنگیای خودشو داره، ولی یه چیزی این ساعت شنی و مثلا اوردن گفتن که این مثلا چیزیه که همه دنیا دوست دارن. به نظر من که البته اشتباهه، ولی در کل اینطوری همه فرما به نظر من قشنگه. این فرم سیب شکله. فرم سیب شکل چیه؟ خانومایی که شونه های پهنی دارن ولی همجوری که میره پایین، پایین تنشون یعنی عرض باسنشون از عرض شونه شون کمتره. پاهاشون هم اندازش معمولیه، نه خیلی چاقه نه خیلی لاغره، معمولی، ولی عرض شونه شون و سینه هاشون خیلی پره، به اون میگن خانومای سیب شکل. خانومای گلابی. خانومای گلابی عرض شونه هاشون کوچیک‌تر از عرض باسنشونه، یعنی اینطوری میاد این میشه باسن. خب یعنی باسنش عرضش از شونش بیشتره. اینو می‌خواستم بگم. خانمای سی که گفتم عرض شونه‌شون و سینه‌هاشون بزرگتره، این دسته از خانوما باید لباسایی بپوشن که بالاتنه‌شون ساده باشه، چون به اندازه کافی بالاتنه زیبایی دارن و تو چشم هست. پس بالاتنه‌شون باید ساده باشه و روی پایین‌تنه لباسشون کار کنن. مثلا دامنای پفی بپوشن چون باسنشون عرضش کوچیک‌تره دیگه، یعنی بتونن فرمشون رو تقریبا شبیه ساعت شنی در بیارن. می‌دونی چی میگم؟ باید چیزایی که پایین‌تنه پفدار داره بپوشن، یا در کل باید خیلی روی یه سری چیزای اینجوری که مثلا بالاتنه ساده باشه، پایین‌تنه کار شده باشه، باید توجه کنن. و این خانمای گلابی که گفتم، خانمای گلابی خب برعکس خانمای سیب میشه، بالاتنه کوچیکی دارن، پایین‌تنه بزرگی دارن. پس باید چیکار کنن؟ پایین‌تنه‌شون مثلا باید جذب بپوشن یا یه چیزی بپوشن که لاغرتر دیده بشه، ساده‌تر باشه، ولی رو بالاتنه باید بیشتر کار کنن. مثلا آستینای پفی بپوشن یا یقه‌های کار شده بپوشن که این عرضه رو با اون باز یکی کنن، یه جورایی تناسب ایجاد کنن. بعدی خانمای مستطیل هستن. خانمای مستطیل چه جوریان؟ خانمای مستطیل عرض شونه، عرض باسن، کمر یکیه، یعنی در کل اینجوریان. به قول معروف میگیم فلتن. خب یعنی کلا صاف صافن از هر دو برشون. و اینجور خانما باید چه جوری لباس بپوشن؟ باید بالا تن حجیم، پایین تن حجیم، کمرشون رو مثلا بعد از این کمربندای کلوفتی که هستش میبندی، بعد کمرشون رو باریکتر نشون بدن. مثلا بعد لباسای بالا کار شده کمرش مثلا سفت با نمیدونم کمربند و اینجور چیزا بسته شده و پایین آزاد مثلا بشن. این میشه که واسه خانمای مستطیل لباس مناسب تری.
خانمای مثلث تقریبا مثل خانمای سیب هستن، با این تفاوت که خانمای سیب پاشون مثلا معمولی اندازش میتونه بزرگ باشه میتونه باشه، ولی خانمای مثلث برعکس، البته خانمای مثلث برعکس پاهای خیلی لاغری دارن، شونه ها و سینه های بزرگی دارن، پاهای خیلی لاغری دارن. به این خانم ها میگیم خانمای مثلث که باید مثل خانمای سیب لباس بپوشن، هیچ فرقی نمیکنه، بالا باید ساده باشه، پایین باید کار شده باشه. و خب حالا شما اگه میخواین ببینید فرم بدنتون چیه با این توضیحاتی که من دادم، باید یا لباس خیلی چسب تنتون باشه که قشنگ معلوم باشه بدنتون چیه فرمش، یا اینکه باید لخ باشین دیگه. ببین چه شکلی. منو استادم بهم گفته بود که فرم بدنم چیه. خب اگه به من دقت کنی، اینم اینجوریش کنم، اگه به من دقت کنی عرض این اینجای شونم با عرض اینجای باسنم یکیه، درسته؟ عرض اینجا با اینجا و این کمر اینجوری شده. خب به این فرم بدن میگن فرم ساعت شنی. حالا اگه این خیلی بزرگ باشه و این کوچیک باشه، مثلا کوچیک باشه میشه خانم سیب، و اگه پای خیلی لاغری داشتم و این یکم بزرگتر بود میشد خانم مثلث برعکس، و اگه هیچی از اینا نبود میشد مستطیل، و اگه شونه اینجوری جمع‌تری داشتم و پایین‌تنه پهن‌تری داشتم میشد گلابی. میبینیم اینجا بیاریش بالا 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 برخورد میکنه به شونه. اینم بهتون میگم فکر نکنین وای ساعت شنی فقط قشنگه، نمیدونم یا سیب قشنگه یا گلابی قشنگ، نه همه فرمای بدن قشنگن، ولی واسه اینکه قشنگ تر دیده بشه باید روی طرز لباس پوشیدن خودمون کار کنیم. یعنی کلا مثلا اینکه این سیلوئتا رو بفهمیم بابت اینه که طرز لباس پوشیدنمون رو درست کنیم، یعنی درست و قشنگ و مناسب با فرم بدنیمون بپوشیم، وگرنه همه فرمای بدن قشنگ و زیبان، هر کسی زیبایی خودشو داره. خب اینجوری اصلا فکر نکنین که فلان چیز قشنگه، اون قشنگه، این قشنگه، نه همه بدنا قشنگن، بستگی داره که شما چجوری از بدنتون استفاده کنین، یعنی اینکه چجوری لباس بپوشید، با چه فرمی، با چه میدونم طرحی، حتی طرح هم خیلی مهمه. مثلا چیزایی که خیلی توی لباس به چشم میاد نقطه، خط، سطح، حجم و نوره. حالا نقطه یعنی چی؟ مثلا الان منو که دارین نگاه میکنین یهویی یه چیزی که توی لباسم میخوره تو چشمتون چیه؟ این زیپ هست، میبینی این نقره‌ایه یهو میخوره تو چشم، این میتونه یه نقطه باشه توی لباس من که شما رو جذبتون کرده. دومی میشه خط. حالا لباس من الان خط نداره، ولی مثلا لباسای راه راه، مثلا راه راه هایی که اینطوری هست آدم ها رو لاغرتر نشون میده، راه راهایی که اینطوری منظورم هم افقیه، راه راهایی که عمودیه، نه افقی نه عمودیه، عمودی آدم رو لاغرتر نشون میده، افقی آدم رو چاقتر نشون میده. خب باید خیلی دقت کنیم. مثلا خانمایی که بالاتنه پر دارن و میخوان لاغرتر دیده بشه، مثلا خانمای سیب میخوان پایین تنه پرتر نشون داده بشه، بالا تنه لاغرتر، اینجا رو راه راه میپوشن، راه راه عمودی میپوشن. این میشه از تاثیر خط. بعدی سطحه. مثلا الان توی این لباس من همین قسمتش که خالی شده این خودش یه سطحه، چون که روی بدن من یه قسمتی برداشته شده، یعنی از لباس برداشته. این سطحه که تاثیر، اگه این الان ساده بود یه همچین مثلا زیبایی شما نمیتونستین توی لباس پیدا کنین، این خب یه جور زیبایی دیگه، مثلا یه طرحی روش خالی کردن. این میشه سطح. حجم چی میشه؟ حجم چیزیه که از روی بدنتون بالاتر، مثلا مثل پف لباس، مثل از این دامنای اینجوری پفی، از روی بدنتون، از روی پوستتون که یه چیزی اضافه تر بهش میاد، اون میشه حجم. نور که خیلی تاثیره. مثلا دیدین مادر شوهرها مخصوصا میرن خیاطی میگن من میخوام داخل عروسی پسرم بدرخشم، خیلی از سنگ و نمیدونم چیزای براق و اینجور چیزا واسم استفاده کنین، این همون تاثیر نور میشه. مثلا لباسایی که خیلی براق هستن، مثلا پارچه های لمتور یا کلا لباسایی که خیلی برق میزنن، اون از همون تکنیک نور استفاده کردن تو جذابیت لباس. یا مثلا سنگکاریایی که میشه و مثلا اینجوری چشمتون یهو جذب اون میشه، اون به خاطر نوره، اسمش نوره که توی لباس به چشم میاد و شما خیلی خوشتون میاد. حالا استادمون بهمون گفته بود که چند تا بیکینی مایو اینا طراحی کنیم که از نقطه، خط، سطح، حجم برگرفته باشه. خب نور رو که ما نمیتونیم با یه ماژیک و راپید نشون بدیم. الان اینا رو من کشیدم. اوه اینو میبینین، این از نقطه استفاده شده توش. ببینید
این از نقطه استفاده شده، این از خط استفاده شده، این از سطح استفاده شده. من اینجا نتونستم کامل با یه دونه راپیتو ماجیک نشون بدم. من میخواستم اینی که تو بدنشه اینجاهاش حالت تور باشه، یعنی خالیه. البته اینجا که نمیتونه تور باشه، نه چیزه، این پارچه سفید باشه، مثلا این پارچه مشکی باشه، یه همچین چیزایی. خب که مثلا میشه استفاده از سطح. این حجمه، ببین آستیناشو پفی گذاشتم رو کمرش، یه دامن چین کوچیک پفی گذاشتم رو سینش، گذاشتم رو کنار رونای پاش گذاشتم. اینا همه اسمش حجمه. این تلفیق سطح و خطه، ببینی این مثلا سطح، اینا خطن، دوباره این سطح، این سطح، این سطح، این سطح، اینا خطن. اینطوری تلفیق سطح و خطه. این تلفیق نقطه و خطه، ببین اینجا خط داره، اینا هم چند تا خطن و نقطه داره روش، میبینی. این یکی تلفیق حجم و خطه، حتی سطح هم میتونه باشه، ولی این چون از بدن ببینه کوچولو میاد بیرون، این میشه حجم. اینا هم از بدن کوچولو میاد بیرون، اینا میشن حجم، اینا میشه خط. و آخری هم که بازم خط و حجمه، ببین اینجا حجم دادم، اینجا بهش حجم دادم و اینجا هم خط کشیدم واسش. اینا میشه مثلا طراحی بیکینی با استفاده از اون چیزا، اسمش رو بدونم چی بود، تدابیر خطی، با استفاده از تدابیر خطی که نقطه، خط، سطح، حجم و نور درگیرشه. امیدوارم که درس امروزمون خوشتون اومده باشه. دیگه قشنگ استاد شدم، مثلا نشستم دارم بهتون درس میدم. و اینکه آره، سیلویت بدنی خودتون هم میتونید اینجوری پیدا کنید که متناسب باهاش لباسای درستی بپوشین، وگرنه همه بدنا زیباست، همه سیلویتای بدنی قشنگه. و اصلا به این فکر نکنین که وای من چرا اونجوریام، وای من چرا اونجوریام، اصلا همچین چیزی نیست. همتون خوشگلین، همتون زیباین، خدا ما رو آفریده، چرا باید زشت باشیم؟ هممون خوشگلیم. بوس بهتون، عاشقتونم، خیلی دوستتون دارم. تا برنامه بعدی حتما کانال سابسکرایب کنین، زمینه بغلشو بزنین، اینستاگرام میاد اینجا. مواظب خودتون باشین که دوباره واسه تون با یه برنامه دیگه میام. ماچ بهتون.